سه دسته حدیث داریم که در مورد حمام خون راه انداختن آقا صاحب از زمان اسم برده شده، امام زمان میاد گردن میزنه، یا افراد حقه باز و دروغ پرداز و طرد شده نقل کردن، یا افراد مجهول و ناشناس نقل کردن که ما نمیدونیم کیه، فلذا حدیثشون سندیت نداره، قال ایکس قال ایگرگ. سه، یا از یه مذهب دیگه است، یعنی اصلا شیعه اثناعشری نیست. من دونه دونه رو براتون میخوام اثبات میکنم. مثلا من از راوی های خدمت شما عرض بشم، مجهول براتون بگم، احمد ابن محمد عیادی که این مجهوله. ما دو تا عیادی داریم، یکیشون قاضی القضات خلفای عباسی بوده و مطلق آدم درستی نبوده، یکی دیگه هم داریم که اون مجهوله، نمیدونیم کیه. من اینو مثلا براتون عرض بکنم که این روایاتو، بهار جلد 52 صفحه 387 از امام صادق نقل کردن، یقتل القائم حتی یبلغ الثوق یا سوق. اینو موندن چی؟ اگر به معنی جمع ساق پا باشه، میگه امام زمان اینقدر گردن میزنه که خون میرسه کجا؟ تا ساق پاش. اگر اینو جمع سوقه بگیری، یعنی مردم عادی، میگه اینقدر گردن میزنه که نظامی ها تموم میشه میرسه به مردم چی؟ عادی. این حدیث قال ایکسه، یعنی آقا یه چیزی رو آوردن قاطی کردن، مثل تاریخ طبری. تاریخ طبری خیلی جهاش میگه فلان ابن فلان گفت، میگه فلانی پسر فلانی، مثلا جوکه. کی گفته قال ایکس؟ آقا من حدیث دیدم. تو هیچی از حدیث نمیفهمی؟ یه آدم فتنگری اومده؟ آقا علامه عسگری کتاب نوشت، گوش کن عزیز دل من، اثبات که 150 تا صحابه رو ساختن، کلا وجود خارجی نداشتن اسمشون، برای اینکه بتونن حدیث نقل کنن. برای اینکه ببین طرف مثلا فرض کنید من رائفی بگم از آیت الله بروجردی شنیدم، یه با تو سنت نمیخوره. حالا امامو دیدی اما آیت الله بروجردی رو دیگه نه. این وسط بگم از امام شنیدم، میگن خیلی کنار امام بودن همچین چیزی چی نشنیدم. یا من از دکتر سوهانی شنیدم که از دفتر آیت الله بروجردی رفت آمد داشت. دکتر سوهانی دیگه اونجا همین ساختم اسمو. خب اینا میومدن صحابه میتراشیدن که بتونن دریوری نقل کنن. علامه عسکری رحمت الله علیه 150 تا از این صحابه خالی بندی رو کشید بیرون، که یکیش عبدالله ابن سبا. در ادامه این حدیثی که نقل شد، همین حدیث، این مزخرفی که حالا به اسم حدیث گفتن، میگه یکی از سادات، میگه یکی از عموزاده های امام زمان، وقتی امام زمان همچین کاری میکنه، همچین اینقدر میکشه که نعوذ بالله، دروغ دیگه، خون تا ساق اسب میاد یا به مردم عادی میرسه، یکیشون اعتراض میکنه، میگه شما مردم رو همچون چارپایان از خود رم میدهید، این چه طریقه تبلیغ دین است؟ میگه چه جور دین دعوت کن، تو همه رو داری میرونی که میتازونی. و اون میگوید، امام زمان در جواب عموزادهش، یکی از سادات قاعدتا وقتی میگه عموزاده، جواب میده، میگه ساکت شو وگرنه گردن تو رو هم میزنم. خب شما نگاه بکنید این روی، و اینو بیا بر مردم نقلش، میگه ما امام زمان میخوایم چیکار آقا؟ اونی که نزدیک امام زمانه لابد از حکامشه، از نزدیکانشه، تازه سید هم هست، با اون گفته ساکت شو گردن ما رو که برسه دیگه. میگه حدثنا محمد ابن القاسم ابن عبید معنعنا بعین، میگه ان ابی عبدالله از امام صادق نقل کرده، فانذرتکم نارا تلظا. در مورد این آیه میگه از امام صادق پرسیدیم که معنیش چیه، جواب داد هو القائم اذ قام، اون منظور مهدیه وقتی که قیام بکنه، القامه بالغضب فقتل من کل الفین، پس میکشه از هر هزار نفر 999 از هر هزار نفر 999 نفر رو میکشه. پس کی میمونه؟ این سوالیه، درسته؟ ما هر 300 میلیون شیعه تو دنیا داریم، از 6 میلیارد جمعیت کره زمین میشه چند درصدش؟ 5%. یعنی از هر هزار نفر چند تا شیعه هن؟ 50 تا. خب میگه از هر هزار نفر چقدر باقی میذاره؟ یکی. یعنی اینجا، یعنی 49 تا هم شیعه ها میکشه. حالا همین روایت از دست کدام دست روایته؟ دست دومه که راوی مجهوله. این محمد ابن قاسم ابن عبید مهمله، یعنی نمیدونن کیه. در هیچ کتاب رجالی شیعه نامی از این آدم برده نشده، همون قال ایکسه. بعد این چجوری باز این آقای قال ایکس روایت نقل کرده، اینش عجیبه، معنعن روایتش. ببین ما تو روایت میگیم که فلانی گفت، از فلانی، از فلانی، این رو عین نون میارن، درسته؟ میگن فلانی عن ابی، عن عمهی، از بابا شنید، از عمو شنید، از همینجوری. بعد این روایت ها، این عین نون ها، عین نون ها کنار همدیگه که قرار گرفته شده، خب میگن معنعن،
یعنی ایلا هیشکی نی، یعنی روایت این بوده. ببینید عن فلان عن فلان عن فلان، یعنی نمیدونیم اینا کیان. میگه معن عنا، نمیدونم کیه، رسوندش به امام صادق همیشه. یعنی این به لحاظ سندی دو قرون نمیارزه. شیخ علی نمازی در مستدرکات خودش جلد 7 صفحه 293 میگه لم یذکروه، میگه ما نمیدونیم این کیه، همچی کسی اصلا ذکرش نیومده، همچی آدمی رو ما نمیشناسیم رو باید نقل کرده. خب یه روایت دیگه هم هست، همین نقل رو آورده دقیقاً، این همینجوری گفته از هر 1000 نفر امام زمان بیاد 999 نفر رو با شمشیر میکشه. اینم چیه؟ روایت مرفوعه. مرفوع هم یعنی چی؟ یعنی قطع، باز نمیدونیم کیه. یعنی روایت پدر مادر داد پشت سر این جریانات نیست عزیزم.